من یه کامنت الان رو فیسبوک هم گذاشته بودم، رو فیسبوک شخصی هم یه کامنت خیلی راحت گذاشته بودم در باره افغانستان، خیلی عصبانی شدم. چیزی هم که اصلا واضح من درست دارم میگم، نمیدونم چرا همه عصبانی شدم. آها داریم، میگن علی خوبه، خوب علی داریم. خب بذارین ما یه سری کسایی را امروز همینجا هم عصبانی کنیم. من یه کامنتی که گرفتم از بعضیا، هم تو قسمت‌های انگلیسی، هم کانال انگلیسیمون، هم تو کانال فارسیمون، این بود که دیدی آرمین، دیدی از بایدن تو دفاع کردی، اومد از افغانستان اومد بیرون، دیدی چه خرابکاری کرد، دیدی چه افتضاحی کرد. شما بعدم به من میگن آها شما چپی ها همیشه اینجوری هستین و فلان و اینا، از قدرت و اینا دفاع. یعنی خب اولا من همون موقع هم گفتم که بایدن کارش، البته این کارش اشتباه نبود، ولی من همون موقع هم که گفتم بایدن از ترامپ بهتره، گفتم که احتمالاً بایدن کارای یه روزی خواهد کرد که کاملاً افتضاح خواهد بود، که اینم مثالش نیست البته. و بعد یه روزی میان به من میگن که که منم علیش خواهم بود، بعد میان به من میگن که آرمین دیدی اشتباه کردی. من میگم من از همون اول گفتم که معلومه این کار خرابکاری میکنه. من نسبت به ترامپ گفتم که خیلی بهتر. یکی این. دومن این اصلا یکی از اون مثالا نیست. این کاری که بایدن کرد کار درستی بود. و خیلی جالبه کسایی که به من دارن میگن که دیدی بایدن از افغانستان اومد بیرون، چه افتضاحی شد، چه خرابکاری کرد، دید ترامپ اگه بود اینطوری نمیشد، اینا اصلا تو خوابن، اصلا نمیدونم چیز رو دنبال، چجوری دنبال میکنن اتفاقاتی که داره میفته، برای که اینا نمیدونن که ترامپ بود که اینو شروع کرد، ترامپ بود که اینو شروع کرد. تازه بایدن برای اینکه انقدر فرص قراردادی رو که ترامپ با طالبان امضا کرد انقدر با سرعت بود خروج افغانستان، خروج آمریکا از افغانستان، که حتی بایدنی هم که این همه میخواست آمریکا از افغانستان خارج بشه، حتی برای اون هم یه مقدار این زیادی سریع بود. یعنی بایدن مجبور شد، ترامپ بود که اومد امضا کرد با طالبان بدون هیچ فقط یک شرط گذاشت. خب یعنی مثلا همه میان میگه که چرا این الان چه وضعیت افتضاحیه، همینجوری طالبان داریم میایم بیرون، همه چی رو داریم دست طالبان، حساب یک قراردادی هم نبستیم که مثلا قدرت ها رو شریک بشن با این دولتی که این همه آمریکا 20 سال خرج کرد که نگه بمونه اونجا، حتی یه هیچ شرط و شروطی بدون هیچی پاشیم بری. این چه قراردادیه؟ خب کی این قرارداد امضا کرد؟ کی بود این قرارداد امضا کرد؟ ترامپ بود که این قرارداد امضا کرد. شما کجا این؟ تنها شرطی هم که توش گذاشت این بود که طالبان قول بده که از داعش، از چیز، از القاعده و اینا دفاع نکنه. هم شرطش همین بود، هیچ شرط دیگه توش نبود. تازه بایدن گفتش که بابا می یه مقدار زوده، ما سپتامبر بیایم بیرون. یعنی شما میگید چقدر بایدن چقدر زود اومد بیرون، این چه وضعیته؟ خب ترامپ که میخواست زودتر بیاد بیرون. شما کجا این اصلا؟ من موندم. شما اصلا بذار من یه چیزی هم نشونتون بدم، کسایی که خوابن، کسایی که اصلا حواسشون نیست. این کدوم تو اینه؟ این ویدیو رو من بذارم. افغانستان صدای اینو دارید؟ من دارم یک کلیپ رو میذارم. الان من میرم رابین و آشن و دانیل هم اینجا هستن. By the way, I started the process. All the troops are coming back home. They couldn't stop the process. گفتش که من شروع کردم خروج آمریکا رو از افغانستان. هیچ کس نمیتونست این پروسه رو شروع بکنه. من شروعش کردم. 21 years is enough, don't we? میگه 21 سال کافی بود. کافی نبود. They couldn't stop the process. اونا نمیتونستن این پروسه رو جلوشو بگیرن. میخواستن. It was very tough to stop. ولی کار سختی بود. Stop the process. The only way they last is if we're there. What are we going to say? چی؟ The only way. آها میگه که دولت افغانستان فقط جور تا موقعی میتونه دوام بیاره که ما اونجا باشیم. As if we're there, what are we going to say? میگه پس چیکار کنیم؟ ما 21 سال دیگه هم اینجا بمونیم؟ Stay for another 21 years and we'll stay for another 50. The whole thing. میگه همه این چیز مسخره است. خب
کسایی که دارن به من میگن آرمین پت چی شد، بایدن چی شد، بگین که البته قراردادی هم که ترامپ امضا کرد با طالبان کار بایدن رو اتفاقا خیلی سخت‌تر کرد. احتمال داشت که مثلا اگه بایدن از اول قرارداد رو می‌نوشت که بیاد بیرون، چون بایدن می‌خواست بیاد بیرون، شاید یه قرارداد بهتری می‌تونست امضا کنه. اصلا وقتی که ترامپ قرارداد رو امضا کرد، اصلا با هیچ کس خاصی با متخصصین اینا اصلا مشاوره نکرد، همینجوری گفتش که ما داریم میایم بیرون، خدافظ، قرارداد هیچی، هیچ شرط و شروطی، هیچی. خب یکی دیگه هم این که اصلا من این کار ترامپ رو قبول، البته حالا روش بیرون اومدنش میتونست بهتر باشه، ولی این من که این همه علیه ترامپ هم، این یه کارش رو من میگم بابا معلومه که درست. آقا جون من موندم که شما چه انتظار داشتین از دولت؟ البته خب کارهای اولش اشتباه بود، یعنی اصلا نباید، خیلی کارهای کرد که اشتباه بود که به این فاجعه رسوند. اصلا طالبان به خاطر دولت، یکی از دلایلی که ما طالبان داریم اینه که دولت آمریکا طالبان رو به وجود آورد. البته خیلی فقط میگن تو آمریکا، در صورتی که فقط آمریکا نبود، یعنی کسایی که مقصر هستن که الان افغانستان دست طالبانه، دولت آمریکا هست، شوروی سابق هست، عربستان سعودی هست، پاکستان هست. یه چیزی هم بگم، خود افغانستان هم هست. خب مسئولیت یه مقدار هم مسئولیت طالبان رو ما بدیم به خود افغانستان. شما نگاه کنید. یه چیز دیگه هم که البته من به شما بگم، ترامپ یه چیز دیگه، من اینقدر با ترامپ مخالفم، یه چیز دیگه هم ترامپ گفت که کاملا درست بود. چه چیز دیگه ترامپ گفت که کاملا درست بود؟ اینم نشونتون میدم. این الان من فکر کنم کلی طرفدار من دست بده. ببین ترامپ گفت، ترامپ گفت که 99% مردم افغانستان قانون شریعه میخوان، قانون اسلامی میخوان. خب این کاملا درسته. شما اگه آمار رو نگاه کنید، ببینید ما خیلی همون وقتی که با کسی که تو افغانستان صحبت میکنیم، بذاری من اینو شیر نکردم، این یه چیزی که ترامپ گفت. According to Pew Research, 99% of the people of Afghanistan support Sharia law. خب این کاملا درسته، این فکت چک هم شده. خب حالا من آمارش هم نشونتون میدم، آمار تازه از اینم بدتره. بذاری یه چیزی دیگه پایین هم نشون بدم. 81% مردم ببینید طرفداری از طالبان کم شده تو افغانستان تو چند سال گذشته. خب ولی قوانین اسلامی و قوانین شاید مثلا 81% مردم افغانستان میگن که، نه اینو من میگم، 79% مردم افغانستان میگن مرتد باید اعدام شه. 79% مردم افغانستان اینو میخوان. ببین ما خیلی از تجربه هامون از افغانستان الان اینه که مردم تو کابل رو میبینیم، تحصیل کرده هاشون رو میبینیم، اونایی که مثلا با ما سکولاریسته رو مثلا طرفدار حقوق زن رو میبینیم. خب شما باید اینا رو هم حساب بکنید. خب الان درسته که مثلا ببینید یه مقدار از طرفداری طالبان که چند سال گذشته اومده پایین، معنیش این نیست که به خاطر که اینا یه دولت اسلامی نمیخواستن، یه چیز مثل طالبان نمیخواستن. خب به خاطر اینکه بود جنگ داشت زیاد میشد، جنگ به خاطر طالبان زیاد میشد، مردم از طالبان خسته شده بودن. الان اگه جنگ قطع بشه، خیلی تو افغانستان از این شرایط راضی هستن. این خیلی چیز بدیه. منم یه چیزی باید به شما بگم، ما برای همین ما تبلیغی که داریم میکنیم اینه که فقط باید کارهای فکری انجام بشه برای اینکه ما بتونیم یک جامعه رو برای یک همچین تغییراتی آماده بکنیم. شما نمیتونید همه چی رو از بالا به پایین عوض بکنید. جامعه باید از پایین به بالا عوض بشه. نمیتونید سران جامعه رو فقط عوض بکنید، فکر کنید همه چی فردا بهشت میشه. شما بزرگترین ارتش دنیا با بزرگترین اقتصاد جهان 20 سال روی کشور کار کرد، آخرش تو یک هفته تمام کشور رو از دست داد بدون یک ذره مقاومت، به خاطر اینکه این کشور قابلیت هم دموکراسی و سکولاریسم الان نداره. برای همین کار فکری باید بشه تو جامعه. خب شما نگاه کنید، شما خیلی فکر میکنن که این همه الان توهمای توطئه شد که به خاطر چرا ارتش افغانستان رفت، حتما یک کسی یه جایی کاری کرده، با یک کسی یه قراردادی بسته، برای همین رفتن. نه، برای اینکه اصلا انگیزه جنگ نداشتن. شما الان نگاه کنید خیلی از کسایی که تو افغانستان هستن اصلا اینجوری نیست که ببین برای قومشون مثلا میخوان بجنگن، برای افغانستان خیلی‌هاش اصلا نمیخوان بجنگن، برای پشتونا دارن میجنگن. خب مثلا یا اونایی هم که دلشون برای افغانستان میسوزه اونجوری نیست که مثلا بخوان برن خون بدن یا همچین کاری بکنن. خب خیلی از این کسایی تو ارتش، اصلا این ارتش قلابی بود، این همه خرجش شد،
20 سال روش کار شد. شما میگین که نه دولت آمریکا باید اونجا میموند. یعنی سربازای آمریکایی باید برای افغانستان خون میدادن در صورتی خود سربازای افغانستانی حاضر نبودن خون بدن، اونا باید خون میدادن. این چه انتظاریه؟ چه انتظاریه؟ یعنی مردم یعنی سربازای افغانستان یک مقدار نجنگید، البته یه جاهای جنگیدن ولی اوایلش، ولی بعدش که دیگه معلوم شد طالبان قرار همه جا رو بگیره، اصلا جنگی ما دیدیم، اصلا جنگ شد، هیچ کسی دفاع نکرد. خب شما یعنی چی؟ خب دولت بایدن هم میاد میگه خب ما چیکار کنیم؟ ما 20 سال وقت گذاشتیم، این همه آموزش دادیم، این همه خرج دادیم، این همه اسلحه دادیم، بعد از 20 سال هزینه دادن یک ذره مقاومت نکردن علیه طالبان خودشون. شما فکر میکنیم مثلا حال 10 سال دیگه میموندن نتیجه دیگه میداد؟ من حرفم آها، یه چیز دیگه هم بگم. یک توهمایی بود که وجود داره از قدرت آمریکا به خاطر پیروزی‌هاشون علیه آلمان تو جنگ جهانی دوم و پیروزی‌هاشون توی جنگ سرد با شوروی سابق بود. خب این دشمنانی که آمریکا به شدت موفق علیهش اومد بیرون به خاطر این بود که ببین، به خاطر اینکه این پیروزی‌ها فقط پیروزی جنگی نیست، اینا پیروزی‌های عقیدتی هم هست. یعنی شما اگه پیروزی‌های یعنی عقیدتی رو اگه دست کم بگیری، فقط با یعنی فقط نیروی نظامی داشته باشین، یک پیروزی های کوتاه مدت خواهید داشت، بعدش یه چیزی به دستتون میرسه که نمیتونید دیگه کنترلش بکنید. خب پیروزی های عقیدتی که مثلا آمریکا داشت، خب اولا که چیزی که آلمان داشت انقدر افتضاح بود که پیروزی عقیدتی علیه اون کاری نداشت. خب ولی چیزی که بعد مثلا کمونیستی آورد، شما نگاه کنید زمان جنگ سرد که شد چقدر دنیا بعد از اون زمان فرهنگ مثلا سیستم سرمایه‌داری و فرهنگ غربی و فرهنگ آمریکایی انقدر طرفدار داشت همه جای جهان که از لحاظ عقیدتی واقعا آمریکا پیروز شده بود. خب الان رقیباش بیشترن تو از لحاظ فرهنگ و این چیزا، ولی خب اون موقع تو دنیا واقعا آمریکا و اروپای غربی پیروز شده بودن. خب ولی افکار آلمان آدولف بعد از جنگ جهانی دوم و شوروی سابق یا عقاید کمونیستی همه جای جهان، اینا عقایدی جدیدی بودند که ریشه تاریخی و فرهنگی که یه سری چیزایی مثل قبیله گرایی بر اساس نژاد و یا دینی مثل اسلام که نبود که. اینا شکستش خیلی واضح میشد، اونا رو مثلا کمونیست رو شکست داد، برای که برای حتی بی سوادترین آدمای جهان میتونست ببینه زندگی مردم تو کشور کپیتالیستی چجوریه، زندگی مردم تو کشور کمونیستی چجوریه. گفت خب من اینو نمیخوام، من اونو میخوام، خیلی واضح بود. خب ولی شما یه همچین استدلالی رو برای کسی که به خدا و قیامت و به مثلا غیرت به خاطر قومش و اینا اعتقاد داره، همچین استدلالی رو نمیتونین بکنین که بیان بگین که اینو انتخاب کن به جای اون. خب برای یک موفق شدن توی یک همچین جنگ های عقیدتی که مثلا علیه عقیده هایی که واقعا قوی تر هستن، نه از لحاظ منطقی قوی ترن، از لحاظ روحی روانی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخی که دارن، اینا واقعا ریشه شون عمیق تره. خب برای همین کار فکری که میشه باید علیه اینا کرد، ما نمیتونیم مثالش رو نگاه بکنیم به پیروزی مثلا آمریکا توی مثلا جنگ جهانی دوم یا جنگ سرد علیه شوروی سابق. مثالی رو که ما باید بریم نگاه بکنیم برای درس از اینکه چه چیزی موفق میشه، مثالی رو که ما میزنیم همون چیزی که همیشه ما تو این کانال همیشه داریم به شما میگیم. خب یک عقیده دیگر رو الان شما تو لایف چت به من بگین که ریشه خیلی عمیقی داشت و یک عقیده بسیار قدیمی و طولانی و بسیار قدرتمند که این کشورهای دیگه تونستن موفق ازش ببرن، چه عقیده‌ای بود که شکستش دادن و دستشو کوتاه کردن؟ چه عقیده‌ای بود؟ یه کسی تو لایف چت بگه، من دارم درباره چی صحبت میکنم. کسی نمیدونه؟ بگم تأخیر داره. من میبینم یه سری کسایی دارن منتظرن، رابین و آشن و دانیال و قاسم و علی میخوان بیان بالا. من این حرفم که تموم شد، ما میگه سامورایی ها، نه سامورایی ها چی چیه؟ مسیحیت رو ما برای ببینید، ما داریم میگیم توی کشورهای اروپای غربی زمان عصر روشنگری چجوری شد که مسیحیت انقدر علیه عقاید دوران روشنگری شکست خورد، به شدت شکست خورد. خب ما اونو دوباره میخوایم بازتاب بدیم،
ما اونو میخواییم دوباره تکرار کنیم. خب اون این عقاید، این شکستی رو که اون عقاید قدیمی و عمیق و فرهنگی و بسیار قدرتمند خورد، اینا کارهای فکری بود که از پایین به بالا تو جامعه اول. شما فکر میکنین مثلا دموکراسی و سکولاریزم و این چیزها رو مثلا تو کشورهای مثلا اروپای غربی یا آمریکای شمالی رو مثلا سیاستمدارا اومدن به مردم هدیه کردن؟ خب یا اینکه مثلا چند تا انقلابی شد که مثلا نه، این مردم کل تاریخش، ببین مشکل رضا شاه آتاتورک هم همین بود، فکر میکرد مثلا میتونه بیاد از بالا یه چیزی رو به زور به مردم مثلا بده، مردم هم قبول میکنن. شما اگه تا وقتی که فکر مردم رو عوض نکنین، هیچ وقت اینا رو از بالا به پایین نمیتونین به مردم زور بکنین. خب ما باید، برای همین هم ما چیزی رو که اینجا تبلیغ میکنیم گسترش یک سری طرز فکریه که با استدلال بتونیم تبلیغ بکنیم، و امیدواریم که مردم بیشتری این کار همین روش ما رو ادامه بدن برای تبلیغات خودشون که دارن کجاهای دیگه انجام میدن، و امیدواریم که این روشه که بالاخره تو طول مدت هم تو ایران هم تو افغانستان و تو همه جای دیگه جواب میده. زکریا میگه رنسانس، نه رنسانس قبل از عصر روشنگری بود. رنسانس باعث عصر، ببینید آزادی که رنسانس داد و قوت اقتصادی که رنسانس داد بعداً باعث شد که به عصر روشنگری، رنسانس یه 200 سالی قبل از عصر روشنگری بود.